انتشار خبر کشته شدن دو کادر نیروهای مسلح ایران در کمتر از 24 ساعت خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران کشته شدن علی کمانی افسر نیروی هوافضای سپاه در شهرستان خمین استان مرکزی و محمد عبدوس کارمند هوافضای وزارت دفاع در سمنان را گزارش کردند. دیشب دلیل مرگ علی کمانی سانحه رانندگی عنوان شد و امروز از آنچه بر سر محمد عبدوس 33 ساله آمده تنها عبارت در حین انجام مأموریت ذکر شده افزایش چون این خبرهایی در این روزها چشمگیر است همین چندی پیش دلیل مرگ این کارشناس برنامه موشکی و پهپادی ایران مسمومیت غذایی اعلام شد و به دشمنانی که نگاهشان به این مرزخوم است حسن سیاد خدایی سرهنگ نیروی قدس سپاه هم در اولین روز ماه در برابر خانهش در تهران با شلیک دو موتور سوار کشته شد خبری که مثل کشته شدن کارمندان برنامه هسته ایران در سالهای پیش سرها را به سوی اسرائیل چرخاند. این شبکه 13 تلویزیون اسرائیل باستاب کشته شدن مرموز دو نفر در این تازه ترین موج در ایران. دیروز گزارش شد که اسرائیل و ترکیه یکی از حملات ایران علیه هدفهای اسرائیلی را ماه گذشته خونسا کردند. منظور از هدفهای اسرائیلی شهروندان اسرائیل و مقصود از حملات هم رو بودن گردشگران در ترکیه است. یک منبع امنیتی به این تلویزیون گفته که جان اسرائیلی ها در ترکیه در خطر است. امروز وزارت خارجه اسرائیل با هشدار درباره سفر به ترکیه از اتباعش خواست فورا این کشور را ترک کنند اگر پروازی به استانبول را برنامه ریزی کردید لغوش کنید هیچ تعطیلاتی ارزش جان شما و زندگی عزیزانتان را ندارد میخواهم پیامی به ایران بدهم کسانی که به اسرائیلی ها آسیبی برسانند تبرئه نمیشوند و هر کجا که باشند دست اسرائیل به آنها خواهد رسید دولت اسرائیل دو هفته پیش هم در این باره هشدار داده بود در چند هفته اخیر به ویژه پس از آنکه تهران اسرائیل را برای کشته شدن یک فرمانده سپاه پاسداران مقصر دانسته نگرانی های از اینکه ایران بخواهد شهروندان اسرائیل را در سراسر دنیا هدف بگیرد افزایش یافته است در همین حال تحلیل ها عمدتا متوجه تغییر سیاست اسرائیل در قبال ایران است سیاستی فراتر از برنامه اتمی و هدف گرفتن نیروهای سپاه در منطقه ما دکترین هشپا را به اجرا گذاشته ایم و دیگر با شاخک با گروه های نیابتی ایران بازی نمی کنیم. ما معادله جدیدی را تدوین کردیم و سر هشپا را هدف می گیریم. اگرچه نخست وزیر اسرائیل درباره واکنش احتمالی ایران حکومت را بی جربوز توصیف کرده تا اینجا سیاست رسمی اسرائیل بر عهده نگرفتن مسئولیت هیچ یک از ترورها در ایران بوده ایران در این سالها توانمندیش در فناوری موشکی و پهپادی را توسعه داده این کارخانه تولید پهپاد ایرانی ابابیل دو در پایتخت تاجیکستان این هم رونمایی از آنچه شهر زیرزمینی و سری خوانده شد مانوری تبلیغاتی پروازهای زیرمداری تو ارتفاع 80 کیلومتر 100 کیلومتر انجام میشه شما هفته گذشته تلویزیون ایران برنامه توسعه ماهوار برها را به نمایش گذاشت دو تا از موتورهای مرحله دو کلاستر شده به موازات چنین تلاش هایی با نام توسعه فناوری فضایی یا بازدارندگی ظاهرا در دیگر سو تلاشی در کار است تا تصویری روشن از ضعف نفوذپذیری امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران ارائه کند. <applause> <applause> علی خرتپیر، بی, بی سی